رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاة و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والا سلام و هزاران سلام و هزاران درود خدمت همه شما خوبان بینندگان عزیزی که ما رو همراهی میکنید در پیامبر در میان مو چطور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو در میان خودمون داشته باشیم این یه هنره این یک کمال پختگی و عقل و درایت انسانی است که ما پیامبر رو در میان خودمون داشته باشیم وما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون ملت هایی که همیشه در حال بازگشت به سوی الله هستند در حال وارسی خودشون هستند همیشه خودشون رو اصلاح میکنن استغفار میکنن اینا خودشون رو نجات میدن و ملت هایی که پیامبر در میان اونهاست اونها هم از عذاب الهی و از بازخواست الهی در امانند یعنی هیچ خبری اونها رو هیچ خطری اونها رو تهدید نمیکنه عدم تهدید خطر به این معناست که دیگه عذاب الهی شامل حال اونا نمیشه چرا عذاب الهی شامل حال اونها نیست چون که پیامبر در میان اونها هست چون که وفق معیارهای نبوی در حال حرکت هستند حالا دک جامعه چه جامعه ای در امنیت کامل قرار داده چه جامعه ای ما الان ملت های زیادی رو میشناسیم می لا در اینجا آشوری ها زندگی میکردن در اینجا نمیدونم فلان قومی زندگی میکرد در اینجا فلان ش... کجا رفتن شما میبینید یه ملتی کلا از صفحه گیتی حذف شده یک سیستم فرهنگی کلا از سیست... از یه مرحله تاریخی رو گذاشت و رفت یعنی ملت هایی بودند که می در رشد میکردن به مرحله ای بعد از صفحه گیتی حرفشون حذف میشد یعنی شما مثلا ما قرن هفتم رو داریم در تاریخ خودمون یک قرن بسیار ویرانگری در تاریخ ما مسلمان ها مغول ها اومدن کل منطقه رو زدن ویران کردن و کشت و کشتار و فلان کجا شد مغول مغول شد یک حرفی از گذشته یه سیستمی ما داشتیم به نام سیستم شاهنشاهی کجا شد این سیستم شاهنشاهی از گلیمش از, سیست... از سیستم بشری و از تاریخ بشر از جغرافی انسانی حذف شد چه چیزی هست که باعث میشه که یک ملتی بمونه ماندگار بشه ملتی مثل ملت اسلام یه ملتی که از روز آغازش که با حضرت آدم علیه السلام بوده تا به امروز و تا به روز قیامت ماندگار هست در هر مرحله ای پیامبری می اومد قضیه رو آپدیتش میکرد آمد پیامبر خاتم اومد قضیه رو تکامل داد الیوم اکمل لکم دینکم و اتمم الاسلام دینی من امروز برادی لکم الاسلام دینی من برای شما اسلام رو کامل کردم دین تمام شد الان مرحله کمال رسیده پختگی بعد از این چی تجددگرایی که هست وظیفه خود به صلاح مؤمنان هست در روند زندگی خب یک جامعه انسانی رو ما چطور حفاظتش کنیم چطور هویتش بمونه چطور دیانتش بمونه چطور خودش بمونه یعنی شما ببینید ما به عنوان امت اسلام وقتی اومدیم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اومد بعد از اون خلفای راشدین بودند بعد از اون همینجور قدرت در میان مسلمان ها بود بیشیبه های مختلف تداول قدرت به وجود میاد تا اومد به که شک در شکل بسیلا خلافت عثمانی تجلی کرد و بعد از اون خلافت منجمد شد یعنی ما چیزی مثلا در فضای فرهنگ دینی خودمون یا فضای فکری خودمون اونطوری که به ما دارن تلقی کنند که مثلا تاریخ فلان 1924 یا 21 تاریخ سقوط خلافت اسلامی خلافت اسلامی یک مبحثی نیست که سقوط بکنه یک مبحثی نیست که مثلا از بین بره خلافت اسلامی یک شیوه به اداره جامعه هست توسط مسلمون ها این شیوه دوچار جزرومت های مختلیفی شد دوچار به وارد سیستم پادشاهی شد اما اون هویت خودش رو حفظ کرد الان چی شده؟ الان منجمد شدیم منجمد شده تجلی کرده در چی؟ در اطاعت از علما علما هستند که به همون روند فکری و روند به گس... یا اجرای احکام دین رو مدیریت میکنند. به گونه ای باز هم این دچار دو... جذر میشه همه اینها اما از بین نمیره تا یه مرحله ای که باز بازگرد قدرت هست و تداول قدرت اینه که یک جامعه دو تا نگهبان بسیار مهم داره که باعث میشه که اون جامعه و اون فکر و اون فرهنگ به زوال نره از بین نره یکیش نگهبان داخلی است که همون نگهبانی ایمانی است ایمان یک فرد هست یک نگهبانی از در داخل زمیر و وجدان یک فرد مسلمون یه فرد مسلمون چون که مسلمون هست احساس میکنه که الله متعال اون رو میبینه تمام حرکات و سکنات و رفت و آمد و گفتار و کردارش همش زیر نظارت الهی است خب این فرد مسلمون چیکار میکنه این فرد مسلمون تابع فرامین الله متعال هست خودش کسی نیست که اون رو کنترل کنه یک زمیر و وجدان داخلی اون رو کنترل میکنه در نمیتونه به طرف گناه نمیره اگر رفت توبه میکنه و برمیگرده یعنی همیشه داد و ستد تعاملش با الله متعال هست این یک نقطه بسیار مهمی است برای حراست و حفاظت فرهنگ هویت و امنیت جامعه در ابعاد مختلف امنیت اقتصادی جامعه است امنیت روح روانی جامعه است امنیت فرهنگی جامعه است امنیت صحت و سلامتی جامعه است امنیت سیاسی جامعه است همه در چارچوب چی میگرده در چارچوب همین رعایت الهی و زمیر وجدان فردی خب یک نگهبان دیگه هست برای جامعه که اون رو میگیم که زمیر یا وجدان عام اجتماعی وجدان عام اجتماعی چی هست؟ احساس مسئولیت من فرد در قبال دیگران در قبال اون چه در جامعه میگذره ما میبینید توی شهرهای خودمون مینشیم که شهر ما خانه ما آقا این شهر مثل خونه خودته پس در نتیجه نظافتش وظیفه توه این شهر خانه ما فراتر از این مفهوم رو داره شهر این مثل خونه خودته همونطوری که اجازه نمیدی تو خونه خودت کسی با کسی دعوا کنه نباید تو شهر اجازه بدی همونطوری که اجازه نمیدی تو خونه هر کسی به کسی دیگه ظلم کنه تو شهر نباید اجازه بدی همونطوری که اجازه نمیدی در فضای فردی خودت یک نوع فسادهایی ایجاد بشه، یک نوع ظلم و صدمی ایجاد بشه، به حرمت شکنی بشه، پای پایمال بشه، قوانین الهی زیر پا گذاشته بشه، آداب و رسوم دیانت و مرامت پیش پا انداخته بشه همونطور در جامعه این اجازه رو نمیریم این رو میگیم چی ضمیر عام اجتماعی این تجلی میکنه در چی در یک عبادت بسیار ویژه که این عبادت رو به علمای اسلام مثل رو, رو گذاشتن رکن پنجم اسلام یعنی همون طور که شهادت رکن اسلام هست اشهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله همون طور که برپایی نماز همون طور که دادن زکات همون طور که روزه همون طور که حج اینها از ارکان دین هست رکن ششم این دین که واجب هر مسلمونی هست امر به معروف نهی از است وقتی که قرآن من و توی مسلمون رو معرفی میکنه چه میگه؟ من و توی مسلمون با دیگر خلایق چه فرق داریم آقا ما نماز میخونیم خب ملت های دیگه هم نماز می‌خونند پاشی به نمازشون فرق میکنه شما حج میرید ملت‌های دیگه واسه خودشون حج دارن آقا من میرم حج کجاست حج آقا مکه مکرمه آقا شما کجا میری حج میرم قم میرم مشهد شما کجا میری حج آقا من میرم کلکته و نمیدونم چی چی اونجا یک گاوی حج میکنم هر کسی به خودش حجی داره آقا روزه من شما روزه دارید ملت های دیگه هم روزه دارن آقا مثلا برخی از مسیحا ها روزی دارن آقا روزه سکوت انفاق فی سبیل الله این حس انسانی در همه بشر ها هست اون چیزی که ویژگی توی مسلمون هست چیه؟ خدا من بهت میگه کنتم خیر امت اخر جدلی شما بهترین امت هایی هستید که برای بشریت انتخاب شدید تعمرون بالمعروف و تنهاون هنلمان ویژگی شما در امر به معروف نهی از <applause> منکر یعنی اگر میخوایم یه جامعه رو معرفی کنیم که این جامعه جامعه مسلمان هاست جامعه اسلامی است تعریف جامعه اسلامی در مساجدش نیست در نماز خوندن افراد نیست در روزه گرفتن افراد نیست در اخلاق افراد نیست تعریف یک جامعه مسلمانی اون جامعه ای هست که در اون امر به معروف و نهی منکر میشه جامعه ای که در اون امر معروف و از منکر نمیشه اون جامعه اسلامی نیست همش هم مساجد باشه همش همه چی باشه امر به معروف یعنی اون قدرت والا قدرت دین هست قبضه دین هست قدرت دین هست که به افراد امر میکنه امر میکنه اینجوری دستور میده که باید این مراتب حفظ حرمت ها تو جامعه باشه جامعه به اسلامی یک جامعه قانونگراست امر به معروف یعنی قانونمند کردن جامعه امر به معروف از نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی حد و مرز گذاشتن در جامعه ای که تو اون حد و مرز نباشه اون جامعه میشه جامعه حیوانات اون جامعه جای زندگی نیست انسان در اون جامعه امنیت و آسایش نداره چرا؟ چون که همه دیگه بیبندوباری است شما الان خیلی از جوامع رو میبینید در ظاهر ج... زرق و برقایشون خیلی زیاد هست اما وارد عمق جامعه میشید بوی به نتن اونها بالا میاد جامعه ای که در اون حرمت ها نیست جامعه ای که در اون فساد اخلاقی بیداد میکنه خانواده از هم گسیخته شده است روابط زن و مرد از هم گسیخته شده است روابط بین انسان و حیوان برقرار شده رابطه عاطفی شده بین انسان و حیوان رابطه هم جنس گرایی شده انواع و اقسام بیماری ها و لجنزار تو اون جامعه بیداد میکنه این جامعه کدوم است همون جامعه ای که از بیبه دوباره مثلا در عذاب هست پس قضیه امر به معروف و نهی از منکر یعنی مدیریت یک جامعه امر به معروف از منکر رو چرا تمام سیستم های جهانی با اون مشکل دارن سیستم جهانی میاد هدفش چه هست هدفش اینه که احساس مسئولیت رو احساس وجود رو احساس عزت و کرامت رو از توی انسان بگیره احساس خو... خودیت رو همونطور که اقبال میگه از شما بگیره اقبال لاهوری در مبحث خودیت آقا خود کی هستی جامعه جهانی سیستم جهانی میخواد این خودیت رو از تو بگیره واسه همین چیکار میکنه؟ این خودیت رو کی به تو داده الله من به دستور الله منم من به دستور الله مسئولم در اداره و مدیریت جامعه و در اون چیزی که داره برای من رخ میده اون میاد الوهیت الله رو ازش میگیره خودش جای الله میشینه تا واسه خود یک برنامه دیگه بذاره شما الان تو جامعه ببینید محوریت فکری جامعه کیه میخوایی بفهمید که الله آیا در جامعه شما الله هست یا دولت یا حکومت وقتی که سرود ملی خونده میشه همه بلند میشن احترام احترام چی؟ احترام پرچم میرن کشته میشن برای چی؟ برای دفاع از دولت شهید ملت شهید دولت شهید نمیدونم چی چی یک ارزش هایی در جامعه هست که اونها تقدس داشته شد پرچم پرچم کشوری رو آتیش بزنی خودت رو میکشن آتیشت میدن فلان می. اما اگر قرآن راشید شدن آقا آزادی شخصیه وقتی از آن میشه قرآن میشه می کسی بلند نمیشه کسی سکوت نمیکنه کسی جی. اینا همش روند چه است خدای دولت رو به جای خدای الله زلجلا قرار دادن بعد از اون چیکار بکنن اونها باشن که قانون برای تو میذارن دولت برای تو قانون میذاره دولت قانون میذاره میگه آقا اگر دزدی به شما حمله کرد هیچ دیگه شما خودتو به کشتن نده هرچی دز میخواد بهش بده ما دوربین گذاشتیم و پیدا کردن دزد کار ماست یعنی چی یعنی آقا تو برده ما هستی تو،, نباید احساس عزت بکنی نه نباید احساس کرامت بکنی یعنی خیلی جالبه دوستان میگفت که مثلا میخواستن چی بود تو یکی از این کشورها رفته بود پناهنده شده بود میخواستن ببرنشون اروپا میگه ما رو می آوردن به با ما انتریو میکردن می آوردن به یک نشستی میگردن از ما سوال جا میکردن که آقا حضوری ببینیم که عقلش چیه مثلا میگفت به ما از ما میپرسیدن اگر شما با خانم تو یک مسیری تو خیابونی راه میرفتید کسی اومد دست به خانم زد یا روبوسی کرد یا نمیدونم مطلکی انداخت یا فلانی کرد شما چی میگی؟ میگه اگر ما میگفتیم که آقا من از ناموسم هم دفاع میکنم فلان خلاص میگفتن ردمون میکردن اون کسی که میگفت آقا آزاده دیگه زنم هر کسی میخواد با هر که میره منم هر کی بخوام با هر کی میرم اون دیگه آدمی بود که درد اونها میخورد کرامت تو رو گرفتن انسانیت تو رو گرفتن در مقابل چیه در مقابل الله است. دین الهی چی میگه؟ دین الهی میگه نه آقا اگر کسی به تو ظلم کرد ظلم رو باید دست رو بشکنی کسی به مال تو تعرض کرد از مال دفاع کن اگر در این راه کشته بشی شهیدی اگر کشتی اون کسی مقابل دوز تو جهنمه کسی به جان تو تعرض کرد به تو حمله بر شد از خود دفاع بکن اونو کشتی اون جهنمی است تو رو کش شهیدی کسی به ناموز تو تعرض کرد از ناموز دفاع بکن در این راه کشته شدی شهیدی میری به جهنم اون کشته شد میره به جهنم کسی به دین تو تعرض کرد از دین دفاع بکن از هویت دفاع بکن اگر کشته شدی به شهیدی اگر اون رو کشتی اون رفته جهنم مرداره یعنی تو انسان برای هر واکنش تو برای حفظ عزت و کرامت خودت این یه جهاد هست در دفاع از جان خود مجاهدی در دفاع از مال خودت مجاهدی در دفاع از دین خودت مجاهدی در دفاع از ناموس خودت مجاهدی نه خود هر دیگران پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نکنه که شما کسی از شما یه جایی ایستاده باشه توی مسیری که به کسی ظلم بشه نه ازش دفاع نکنید اگر در جایی بودید و به کسی ظلم شد و شما از مظلوم دفاع نکردید تو دهن ظالم نزدید لعنت خدا بر همه اونهایی که در اونجا هستن میرسیم یعنی من یک کلیپ رو الان دیده باشید شاید حکومت عبالحول یا خرمگس تاجیکستان شروع کرده هجاب رو از سر زنها میزنه کنار یه خانم لندهور بیهویت نمیدونم اوریانی میاد توی خیابون یک خانم بسرا به عمر مادرشه هجاب درست حسابی پوشیده کرامت خودش رو حفظ کرده یک خانم محجبه محترم هست این خانم نمیدونم بی تربیت داره به اون اهانت میکنه و میگه که هجاب تو بردار فلان تو این خیابون چند نفر انسانهای دیگه هستن همه اینها نفرین الله بر همه اینها نازل میشه همه اینها که این صحنه رو دیدن نزدن تو دهن این زن لندهوری که اومده به سراح اهانت میکنه به یک مادری این زن ببینید اخلاق وقتی که در جامعه بی وبار میشه این دخترایی که داره به این خانم محترم اهانت میکنه این زن به عمر اینه به عمر مادرشه این یک لح... یک ذره اگر شعور احساس انسانیت توش می بود دست این خانم رو می بوسید جای مادرش رو داره داره بهش اهانت میکنه در همین بازار کسایی هستند که از این صحنه فیلم برداری میکنن اما هیچ سکوت میکنن همه اینها شامل نفرین الهی هستند و نفرین الهی یعنی خشم الله دامنگیر اینها میشه این چیزی هست که باید درک کنیم و سکوت نه خداوند متعال به من و شما میگه ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار فقط تمایل داشتن با ظالم هم صدا بودن با ظالم هم نوا بودن با ظالم شما رو از اهل جهنم میکنه فتم از سکم و نار. هم نوا بودن با ظالم چه هست امام احمد هم، امن همبر وقتی که توی زندان بود یکی از این زندانبان ها بدبخت مجبور کار میکرد بیچاره زندگیشو میگذرون زن. اومد گفت که یا امام من آدم نمازگذار و اهل دین و اهل این هستم کارم دیگه بدبختم اینجا دربون زندان هستن آیا من از کسانی هستم که با ظالم هم نواست ولا ترکنو الی الذین ظلمو من رکون کردم تکی کردم بر ظالم با ظالم همراهی کردم با ظالم هم نوایی کردم حضرت امام احمد فرمودا نه تو ظالم هستی تو خود اون ظالم هستی اون کسی که با تو همکاری میکنه اون کسی که با تو چی میکنه و به خاطر تو میره به جهنم اون کسی که وسط غذا درست میکنه اون کسی یک برات کفش و لباس میفروشه اون کسی یک بود کمکی مدارا میکنه و خدمتت میکنه پس خیلی خیلی باید حواسمون جمع باشه که بدونیم در دنیا وظیفه ما چقدر مهم هست چقدر مسئولیت کلانی بر دوش ماست که وقتی در جامعه میبینیم همین کلیپی که دیدید یک پلیس راهنما رانندگی است میاد یک خانمی رو توی ایران توی بازار میاد آقا گواهی نامه بده نمیدونم گواهی نامه و از این بر فش و از اون بر چی و میزندش و فلان میکنه کل این جامعه دارن تماشا میکنن بر همه اینها نفرین الهی نازل میشه یا اون پلیس های دیگه ای ایران یک خانمی رو دنبالش کردن ماشینش رو میگیرند یه دختر خانومی از به زور از ماشینش درش میارن توی ماشین پلیس میاد چند تا مرد و میبرند بهش تعرض جنسی میکنند و فلان این جامعه جامعه ای هست که میگیم آقا چرا دعای ما قبول نمیشه آقا چرا الله این ظالمان رو نمیگیره چون که ما جزی از این پروسه ترد رحمت الهی شدیم بر جامعه سکوت در, با... در مقابل ظلم سکوت در مقابل ظالمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به کعب ابن عجره گفت اعاذک الله من امارت السفها تو رو خدا از امارت سفها بر برحضر بداره که همیشه از امارت سفها ها از بفرما عزیز گرانقدر در خدمت شما هستیم صدای ما رو از سلام گرانتیم. و صد سلام و, و درود بر شما عزیز بزرگوار بفرمایید در خدمت از لطفا و زهمیشم لطف و بزرگوار داری در رکتور چونی باشیم بفرما در خدمت شما هستیم زود سپس اکرم و چکرم تشکر دارم این بهای عزت عمره کرامت که نوشید پای صفحه اشتباهه اون اطلاح بفرمایید دوستان چشم بهای عزت و کرامت چشم آه... اتاق فرمان خب اتاق فرمان لطفا بهای عزت و کرامت رو تصیب فرمان خیلی خیلی لطف کردی مدشکرم. اگر مشارکت داری در خدمت و آه... بزرگواری شما عزیز بزرگوار متشکرم خدا بله همونطوری که عزیزمون گفتم باهای عزت و کرامت باهای عزت و کرامت از بسیار سخته سنگینه اما سلامت باشید اما در مقابل بهای عزت و کرامت چه هست؟ بهای ذلت و خاری است بهای ذلت و خاری در هر ملتی به مراتب سنگینتره از بهای عزت و کرامت ما در مثلا روند تاریخ خودمون بهای زیادی رو پرداخت کردیم تا رسیدیم به مرحله عزت و کرامت قرام. بفرما عزیز گرانقدر در خدمت شما هستم. بله. در آغاز دعوت اسلام ببینید مؤمنان چه باهایی رو پرداخت کردن. جلوی چشمان پیامبر و یارانش سمیه تیکه پاره میشه. یاسر کشته میشه. امور شکنجه میشه و دیگر صحابه شکنجه میشن و پیامبرش توانی نداره مگر اینکه بگه که صبران آل یاسر و این نماعید کومل جنن بفرما عزیز بزرگوار در خدمت آقای با سلامت باشید عزیز جان من میتونم با شما مباحثه بکنم یه 10 دقیقه یا نه روی مبحث در خدمت شما هستم روی موضوع برنامه در خدمت شما هستم خب شما برنامه بده هم یه بله 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 عزیزان عزیزانی که با ما در تماس میشن موضوع برنامه ما مو هست باهای عزت و کرامت عزت و کرامت باهایی داره ما باید این باها رو پرداخت کنیم تا به عزت و کرامت برسیم نمیشه که من ادعا بکنم بخوام که به صلاح عزیز باشم کریم باشم کرامت خودم رو حفظ کنم جایگاه خودم رو تو جامعه حفظ کنم و باهایش رو پرداخت نکنم یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و مؤمنان وقتی اومدن توی میدان باهای سنگین رو پرداخت کردن یعنی شما خود تصور بکن برای پیامبر و یاران چقدر سخت بود اون صحنه که می سمیه و شکنجه میشن بلال شکنجه میشه و بلال اونقدر این رو درک می کرد و وقتی اونها شکنجهش میکردن با عزت و کرامتش داد میزد احد 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 احد, احد. بلر چرا میگه احد چون که اونها الله واحد الاحد رو قبول ندارن رحمانیت الله رو قبول دارن رحیمیت الله رو قبول دارن قدوسیت الله رو قبول دارن اما اینی که الله واحد الاحد رو قبول ندارن من میخوام اونها رو بفهمونم که من به چی افتخار میکنم تا اینی که نفسش میگیره با اشاره دستش میگه احد احد, احد. این باها رو پرداخت میکرد توی این مسیر میتونه جانش رو از دست بده زنیره شکنجی میشه تا چشاش رو از دست میده پیامبر و یاران سه سال آزگار سه سال آزگار توی شعب عبی طالب محاصره میشن محاصره اقتصادی محاصره اجتماعی به مرحله از فقر و ناداری میرسن که نگو نمیتونند از همه جا اینه هو امروزی از هر سو محاصره شدن یعنی نمیتونن یه لقمه نون پیدا بکنن برگای خشک درختان که زیر خاک هست اونا رو در میانن تمیز میکنن و میخورن بیماری های نمیدونم کودکان می خانوم ها نمیدونم بیماری های جلدی نبود آب همه اینها سه سال آزگان حرف تو این گرمای طاقت فرسای سرزمین حجاز این اون باهایی هست که برای عزت و کرامت پرداخت کردن مجبور شدن برخیاشون برن به هبشه مجبور شدن دار و ندار و خونه و کاشانه همه چیزشون رو به خاطر دینشون رها کنن و برن به یسره و مراحل سختی رو سپری کردن تا شدن چی؟ قدرت برترشه به جزیره عرب بعد از اون شدن قدرت برتر جهانی و به مرحله ای رسیدن که هیچ جای دنیا کسی جرأت نمیکرد به مسلمانی بگه بالای چش دبرو این بهایی یعنی دولت اسلام در دینه منوره برپا نشد فقط با خون حمزه با حکمت و درایت ابوبکر با مدیریت عمر با بقیه صحابه که جان دادند و شمشیر زدند و مایه گذاشتند انصاری ها که از جون و مالشون گذاشتند این دولت و عزت و کرامتی که در مدینه خورد زیربناش کی بود؟ زیربناش خون سمیه بود خون یاسر بود اون عرقها و سختی ها و مرارت های شعب علی عبی طالب بود اون سختی هایی بود که یاران در هجرت کشیدن اون جهاد و تفانی خدیجه کبرا بود همه اینها روی هم انباشته شد تا عزت و کرامت دولت اسلام برپا شد پس اینی که در جامعه امروزی ما باید با ظلم و استبداد بجنگیم با ظلم و استبداد مبارزه بکنیم تا به عزت و کرامت برسیم این بهایی است که باید پرداخت بشه تا وقتی که این بها رو پرداخت نکنیم در زیر یوغ ظالمان ذلت و خاری و بدبختی رو باید تحمل بکنیم و به مراتب اون چیزی که در ذلت و خاری از تو میگیرن سنگین از اون چیزی که در عزت و کرامت برای رسیدن به عزت و کرامت باید بدیم بهای رسیدن به عزت و کرامت بسیار بسیار کمتر هست از بهایی که یا اون خسارتی که در ذلت و خاری باید بدی در ذلت و خاری میشه یک برده در ذلت و خاری تو رو مچالت میکنن اون ظالمی که بر تو ظلم میکنه هر لحظه بر ظلمش بیشتر و بیشتر میشه بفرمایید عزیز گرانقدر در خدمت شما هستم لطف کنید صدای ما رو از گیرنده داشته باشید بفرمایید سلام علیکم و سلام و صد سلام و صد درود بر شما استاد جان همه حرفایی که میزنید حقیقت دین اسلامه من که استاد جان یه موضوع هست که فقه و اجتهاد آمده و این حرفای شما رو کلا نه, نه که بی کرده بلکه کمرنگ کرده یعنی وقتی نه. که مسئله دقیقه میاد وسط مسئله نمیدونم ضرورت میاد وسط و اصول میاد وسط اصول و مبانی فقهی که پیچیده شده در مسئله اعتقاد میاد وسط حرف هایی که داری میزنی استاد فقط یک صدا یعنی هر حرفی که شما داری میزنی در امور اعتقاد و در امور عز و جد و کرامت بشری که به اون مسیری که پیامبر صلی الله علیه و اصحابش رفتن و رسیدن در ذهن انسان‌های دیندار به خصوص یک،, یک, فقط یک کلامه که شما دارید بیان میکنید یک صدا که فقط دارید شما بیان میکنید در دلها نمیشینه چون نه. که سری من برمیگردونم موضوع را به یک مسئله اصولی و فقهی و میگم که الان جانم در خطر الان در اکراه هستم در اکراه باید این کار انجام بدم در ضرورت باید این کار انجام کلا پیچیده شد. پیچیده شده موضوع اعتقادی در مسئله اصول فقهی من. و جایگاهی دیگه الان نداره برای خود اصلا این موضوع رو باید انشاءالله روی برنامه های تفاوتی که فهم نادرستی از اصول فقه در رابطه با عقیده شده را اصلاح بکنیم تا بتونیم این حرف هایی که میزنید در دل های ما به اثر بگیشید آفرین, آفرین. آفر. خیلی خیلی ممنون آفر. بسیار سخنان زیبایی رو بیننده عزیزمون ارائه داشتند ببینید عزیزان ما یک ای داریم به نام شاهراه هدایت در برنامه شاهراه هدایت یک وارسی نوینی از فهم دین رو فهم درست دین رو چون که همون طوری که بیننده عزیز اشاره کردن بسیاری از ما دین مغلطه ای به به ما تزریق شده فهمی کاملا دین سکولاریزه زده شده برای ما توی برنامه داریم به نام تلفن مستقیم روی این مبحث بازش کردیم از هر چطور این دین برای ما سکولاریزه شده که به افراد الان به نام مسلحت به نام نمیدارن مبانی فقهی میاند حس بردگی حس ذلت و خاری این رو در جامعه میان نهادینش میکنن که آقا جون من در خطره آقا جون تو در خطره یعنی چی؟ آیا تو بر این اعتقاد نیستی که مرگ و زندگی دست الله متعال هست؟ یعنی اگر زمین و زمان جمع بشن تو رو بکشن تا وقتی که تقدیر الهی نباشه برای مرگت امکان نداره بیمیری اگر تقدیر الهی است که امروز ساعت ده بیمیری ساعت ده میمیری اگر در دفاع از جانت ناموست، مالت هویتت مه... بود شهید هستی اگر همین مرگت زیر یک نمیدونم سنگی از برای چی افتاد از خون... کنار خونه ای رفت میشود داشتن ساختمون میزنند آجوری افتاد مردی بازم مردی است نشد یک پشه ای می میمیری نشد بدون هیچ سببی قلبت بقا به ایست قلبی کرده میمیری یعنی مرگ می... سر وقتش میاد مرگ حتمی سر وقتش امکان نداره یه ساعت جلوتر یا عقبتر بره اینه که وقتی پیامبر طرف اومد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و گفت یا رسول الله فلانی میخواد مال منو ب... از کسی اگر خواست مال منو بزن بگیره گفتش نده پیامبر حتی نپرسید آقا این مالی که میخواد از دست تو بگیره چقدره؟ آیا ارزش اینو داره که براش جون بدی یا نه گفت نده حالا میخواد یه قلم باشه میخواد یه موبایل باشه میخواد یه 100 دلار باشه هر چی میخواد باشه نده گفت اگر با من در افتاد گفت بوش بزنش گفت یا رسول الله ق... قلطاقی بود زن منو کشت گفت تو شهیدی اگر تو رو کشت یعنی اینی که این وقت وقت مرگ تو بوده و این لحظه عجل تو بوده اون اومده با تجاوز به حق حق زندگی رو از تو سلب کرده خودش رو جهنمی کرده تو در این لحظه میمردی و الان مردی به نام یک شهید در پیش الله متعال شهید هستی گفت یا اگر یا رسول الله اگر من تونستم اون رو بزنم و اون رو بکشم گفت تو اون مردار هست رفته جهنم و تو مجاهد هستی تو کسی هستی که به از چرا چون که اینجا تو از یه قلم خود عزیزم دفاع نمی کنی. تو از کرامت یه جامعه دفاع میکنی از کرامت خودت و کرامت تو بسته به کرامت جامعه از ناموس خودت دفاع میکنی ناموس تو بسته است به ناموس جامعه چرا روز جمعه گذشته تمام جهان اسلام تمام منابع جهان اسلام در همه یعنی تصور بکن در جهان اسلام دو نیم میلیارد مسلمونه در این دو نیم میلیارد چند میلیون مساجد همشون همگام با دفاع از غزه و از سرزمین شام و یمن و همه اینها از یه پارچه روی زن یک تاجیک دفاع میکردن چون که اینجا قضیه قضیه یه حرمت یک زن نیست قضیه ناموس یک امت در خطره کرامت یک امت در خطره عزت یک امت در خطره چهار تا انسان موزی در تاجیکستان میخوان مثلا هجاب رو از زن مس... شیر زن تاجیک بردارن آیا میتونه هرگز در افتادن با ناموس یک جامعه امکان پذیر نیست به خصوص این امتی که همش با هم گره خورده این امتی که امروز همش با هم میره حج همش با هم در نماز به یک قبله نماز میخونه این امتی که در تصویر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم المؤمنون فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مؤمنون در همبستگی و هم دردی و هم یاری و هم دیگه مثل یک جسد واحد هستند اگر یک عضوی از این جسد به درد بیاد تمام این جسد خواب و آرام ازش سر میزنه دیدیم روز جمعه خواب آرام از امت پریده چرا چون که یک حکومت استبدادیگر در تاجیکستان میخواد حجاب رو از زن زنها برداره از سر زنها برداره خواب و آرامش از این امت میپره چرا؟ چون که مثلا در ایران چند تا از علما چند تا از جوانهای مجاهد و معهد رو در زندانها میگیرن ترور میکنن ادام میکنن چند تا از علما رو نمیدن اینجا و اونجا شکنجه میکنند هویت جامعه رو زیر فشار قرار میدن کل جامعه کل دونی میلیارد مسلمون حرفشون اینه هر جایی که ظلمی میشه این حس الان مثلا اون چیزی که در غزه وجود آورده تازه چشم و گوش خیلی از انسانهای غافل باز میشه همه میبینن که این کشورهایی که ما فکر میکردیم اینها کشورن اینها آقا نه آقا اینها اردوگاه های نظامی هستن همه ما توی یک اردوگاه نظامی اسیر هستیم یک ارتشی هست که به سلام مواظبه که ما از این اردوگاه فرار نکنیم الان شما میبینید که مسلمانی کشته میشه شما نمیتونی از ازش دفاع بکنی خب این مرحله ای هست که مرحله فهم و درایت خیلی مهمه همین سوالی که این بینندگی عزیز مطرح میکنه این دلالت در چه داره دلالت بر عمق فهم ایشون داره احساس میکنه که آقا چی شد عزت و کرامت ما به نام نمیدونم چی به نام آقا حکمت و نمیدونم فلان و فلان زیر اصول و مبانی فقهی و فلان زیر پا گذاشته میشه نه عزیز من مبانی اعتقادی اساس هست مشکل کجا میاد مشکل از اینجا میاد تا وقتی که ما عقلمون رو اسیر کردیم اینجوری میشیم باید این اسارت عقل رو بشکنیم ببینید این حدیث رو با هم بگیریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و به کعب ابن عجره میگه که اعاذک الله من امارت السفها خداوند متعال تو را از ریاست و از امارت ابلهان و نادانان خداوند حفظت بکنه گفتم یا رسول الله امارت سفها ها کی هن؟ امارت کی اون احمقایی که دولت رو سیستم رو به دست میگیرن فرمودن اونها مسئولینی هستند که بعدها میان و سنت من رو زیر پا میذارن سنت پیامبر این نیست که آقا بگیم محاسن از سنت پیامبر مسواک زدن از سنت پیامبر ای نمیدن اینا شکلیاته سنت پیامبر تمام راه و رسم پیامبر رو در بر میگیره شیوه ی حرکت پیامبر برای زدودن ظلم و استبداد این از سنت پیامبره راهکارهای پیامبر برای استحکام جامعه و رشد جامعه اسلامی از سنت پیامبره. راهکارهای پیامبر برای ساختار اقتصادی جامعه از سنت پیامبر ساختار اجتماعی جامعه از سنت پیامبر میفرمایید اینها سنت من رو میذارن کنار فمن صدقهم بکذبهم اینها هر کسی که با دروغ اینها همراه شد و اونها رو در ظلمشون یاری داد فاولاک فا لیسو منی و منهم ولا لا علی الحوض اونها از من پیامبر نیستن من از اونها بیزارم اونها از ما مسلمان ها نیستن و که روز به صلاح قیامت جولای حوزه قوسر پیش من نمیان اینا کیان؟ اینا نماز میخوندن اینا روزه میگرفتن اینها در شکل و شمایل عبادی تمام بودن اما در کنار ظالم بودن با ظالم همراه بودن یا در ظلم ظالم سکوت میکردن یعنی شما تصور بکنیم ما به چه مرحله ای از از بردگی فکری رسیدیم یه جنایتکار هلیکوپتر رئیس جمهور ایران افتاد رئیس جمهور ایران کسی نبود که از شر این آقا در امان بوده باشه یعنی تصور بکنیم در چه جنایت های این آقا که شرکت نداشت چه انسان هایی ای رو این آقا بیگناه به جوغه دار نبرده بود این عذاب الهی که این رو در همین دنیا جزغاله کرد این در واقع دعای یک زن مظلوم توی یکی از این روستاهای بلوچستان و کردستان یا سوریه و یمن بوده باشه آه یک یتیمی بوده که به آسمان رفته جوانای کردی رو که در اوین بارها زند... شهید شدن دیدین بچهاشون رو دیدین اون دختره که یتیم رو دیدید که برای پدرش پیام میفرسته اون آه مادر رو شنیدین جمعه های خونین زاهدان و شهرهای بلوچستان رو دیدین مادراشون رو دیدین بچه های یتیمشون رو دیدید اون دخترای با برهنه بیچاره ای که به انتظار بابا نشستند رو دیدید اینا همش این آقا و امثال این آقا و اون نمیدونم همراهانش در این جنایت ها دست داشتن وقتی که اینا مردن ببین چقدر جهان اسلام شاد شد بله اونا میدونستن که اینها فقط احرام هایی هستن اینا میرن بعدش از اینها یا بدترش میاد یا مثل اینها میاد جامعه میدونه اینا اما همینی که سایه شوم یک ظالمی از جغرافی های انسانی حذف میشه چقدر مردم خوشحال میشن اینجاست که دیگه میبینید برخی از مسلمون این رو درک میکنن میاد احساس هم دردی میکنن خب اینجاست که میفهمید این ظلم و استبداد چطور ذهنها رو برده خودش کرده بفرما عزیزم در خدمت شما هست سلام و صد سلام و صد درود بر شما عزیز بزرگوار بفرمایید تشکر از برنامه دوست من یک سوال دارم بفرمایید مثلا کشور تاجیکستان من نمیگم مثلا جمهور شخصیت محترم وطن دوست ملت دوست یعنی الان چندین سال چند سالیه که به صورت کمونیستی جدا شدن این کشور ساخته آفرین یه لحظه یه لحظه میشه میشه پله پله بریم استاد اجازه اگه اجازه بدید پله پله میریم نه یه خورده هم تموم بشه دو کلمه دیگه صحبت بکنید شما صحبت بفرمایید بفرمایید این به اصطلاح ایشون ایشون اصلا فرش سال از کمونیست جدا شدن به اصطلاح ما زیر پا نذاشت در متجرد دارن من تا خود شخصا در تمام کارها میره کوشش میکنه خدمت میکنه به مردمش به کشورش و خیلی هم یعنی مردم راضی هستن و اسلام باید رعایت بشه من اسلام اصالت اول میذارم آقای دکتر ولی خب حالا اینم نظر شما نگاه بکنید کشور خیلی جای زیبا قشنگی به نظر من آفرین یه لحظه یه لحظه از جان شما تاجیکستان رفتید؟ واقعا راضی هستم شما تاجیکستان رفتید؟ تاجیکستان رفتید؟ بفرمایید بفرما. بفرمایید بله شما تاجیکستان رفتید میگم نه نرفتم نرفتم. خب آفرین آفرین آ عزیز جان صدای دهول همیشه از دور خوش است اگر شما بیایید عزیزان یک, یک تصوری از تاجیکستان چون که مبحثش اومد به شما بدم تاجیکستان یک کشوری هست که در سالهای در دهه آغاز دهه 90 از کمونیستی جدا شد از بعد, بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توسط مجاهدان افغانستان جمهوریاتی که زیر استعمار این به است شوروی قدیم بودن اتحاد جماهیر شوروی از این کشور خواستن جدا بشن تلاشی برای جدایی شد و آغازگرشون هم تاجیکا بودن یک تاجیکستانی که 90 سال زیر یوغ استعمار کمونیست ها بود تونسته بود هویت خودش رو زیر زمین حفظ بکنه همین مسلمان هایی که زیر زمین بچه هاشون رو دین یاد میدادن توی چاه ها بچه هاشون رو قرآن یاد میدادند اینها از زیر زمین بر اومدن و یک حرکت جهادی آغاز شد و این حرکت جهادی در سال 1992 93 با دخالت ایران این مجبورشون کردند که اینها بیان با حکومت تاجیکستان حکومت کمونیستا کنار بیان کنار اومدنشون چی شد کنار اومدنشون بر یک اتفاقیه‌ای شد که به اسم که این حکومت رو تشکیل میدیم ما تاجیکا حکومت رو میسازیم با همون عقل چی عقل آمریکایی که آقا این حکومت حکومت به اصطلاح ما تاجیکا ما تاجیکا حکومت خودمون میسازیم 30 درصد شد مال مسلمون ها 7 درصد کمونیست ها یعنی یک حکومتی میخواستن بسازند که 30 درصدش مسلمون باشن 70 درصدش کمونیست برای برای ملتی که همشون مسلمونن مگر یک تعداد بسیار اندکی غیر مسلمون که در تاجیکستان هست در حال این حکومت طی اتفاقیات و نمیدونم همه ساخته شد بعد از اون این رحمانوف جنایتکار چیکار کرد تمام رهبران حزب نهزت اسلامی که به سلام جناه اسلام بودن همه اینها رو سر نیست کرد یکی یکی اینها رو تصفیه کرد و کشت از استاد عبدالله نوری گرفته تا همت زاده و تا همه اینها این صحنه رو من میگم برای شما عزیزان چون که این تاریخ رو من زنده باش لمس کردم در کنار این عزیزان بودم و همه این ماجراها رو از نزدیک اطلاع دارم و یکی از عزیزانمون از بچه های خراسان آقای غریبی ابو مسلم در تاجیکستان هم شهید شده به هر حال مسلم غریبی حالا اگر اسمش اشتباه نکنم به هر حال معروف بود به ابو مسلم خانمش از تاجیکستان هست و ایشون در این راستا هم شهید شد در هر حال این انسان جنایتکار اومد شما خودت میگی 35 سال یعنی یک انسان موزی در یک حکومتی که اسمش هست جمهوری دموکراسی مثلا این آقا اومده 35 سال توی مسند حکومت چی کار میکنه من آقا در مهمون این آقا بودم تمام قصرهای این آقا رو در که به اصطلاح معتمر 2010 که به به نام امام اعظم برگزار شد من اونجا حضور داشتم و ملت رو از نزدیک میدیدم شما که نمیدونم فکر میکنید که اینجا تاجیکستان آباد هست آبادیش کجاست عزیز من برو به زندان ها نگاه کن پر از همه مل... مردم توی زندان ها چیکار میکنن برا ببین که به ناموس ملت ها چطور تجاوز میکنن همین امروزی که منو توی اینجا نشستیم توی روستاها ها توی اینجا اونجاها اونجا ها بچه های مسئولین میرن جلوی دبیرستان های دختران دخترای مردم رو میگیرن بهشون تجاوز میکنن کسی حق نداره که حرف بزنه میدونید که تمام دارایی این ملت دستی که از دست خواهد رحمانوف و خانواده رحمانوف و بچه و همون و فلان و فلانش دقیقا همون چیزی که ولایت فقیقی تو ایران میکنه میدونی دو... می بین... می که توی تاجیکستان اگر بری تاجیکستان مرد کم میبینی تموم جوانها به خاطر فقر و بدبختی و فلاکت مجبور شدن به روسیه و به ترکیه و اروپا و کشورهای دیگه برن برای یه لقمه نون در تاجیکستانی که زن عزت و کرامت و شوکتش را مجبور این زن بره کار بکنه یعنی کاری که رحمانوف در تاجیکستان میکنه دقیقا همون تصویر قرآن کریم از فرعون هست یذبحون ابناءکم و یستحیون نساء مردها رو تی... میکشن میکشن یعنی چی یعنی اونها یا یا میکشنشون یا زندانیشون میکنن یا مجبورشون میکنن که به برن... سراغ از کشور خارج بشن برن خب این اینها یعنی کشتن از کشورت خارج شدن یعنی کشتن زندان رفتن یعنی کشتن یعنی کشتن به سلاچی اعدام کردن یعنی کشتن یعنی شما حضور فیزیکی نداری تو جامعه شما نمیتونید بار خانوادت رو بکشی شما نمیتونید عزت و کرامت جامعه تو رو حفظ کنید و استحیون نساء یا استحیون نساء ما میدونید چی فران همین کارو میکرد یعنی زنها رو به بیگاری گرفتن الان زن تو تاجیکستان به بیگاری گرفته شده به بدبختی و فاکت گرفته شده فیلم رو میبینید. یا از صحنه که تو بازار تاجیکستان نشون میده چند تا مرد میبینی مردان اینا کجان این همه فساد این همه فلاکت این همه پس ببینید عزیز من ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار نشه که این رسانه های دروغین این جادوی رسانه ای بیاد من و شما رو گول بزنه و بگیم آقا کار خوبی میکنه ها کدوم آبادی کدوم بدبختی کدوم فلاکت مسئولین کبار دولتی مسئولین ت... اه... که بسرا در دولت تاجیکستان هستند وقتی با ما حرف میزنن گریه میکنن از وضعیتی که توش هستن من وقتی این حرف رو میزنم تقریبا نصف از کادر رهبریت تاجیکستان رو من شخصا میشناسم و اون بدبختی که روی این ملت هست هر جا میبینید اینها رو ببینید که چه وضع حالی دارن تاجیکستانی که باید الان سرامت میبود تاجیکستانی که باید اینجا به ما امروز می نشستیم بهش افتخار میکردیم یعنی شما تصور بکنیم ما میایم از یک جنایتکاری مثلا میگیم که کار خوبی میکنه یعنی توی این کشور این رئیس جمهور مثلا این دولته آقا دولت مشکل بیکاری مردم رو حل کردی فقر و فلاکت رو حل کردی آقا نصف زمستون تاجیکا از سرد میمیرن برق نیست این وضعیت کشاورزی رو ببین برق رو ببین بدبختی رو ببین این روزها ببین چه بلایی آوردن رفتن توی چی توی منطقه بدخشان رفتن مردم رو گرفتن دو زندان بکنه بکش و فلان کن اینا این قتل و غارت و جنایت اینها هیچ وقت هیچ وقت به خودمون اجازه ندیم که از یک ظالم دفاع کنیم که نه خدایی نکرده خدایی نکرده روز قیامت بیاد همین برادر خواهر مسلمونمون گلو ما رو بگیره که یا پروردگار این برادر مسلمون من بود به جای اینکه از جان من از مال من از ناموس من دفاع می‌کرد امروز اومده به از ظالم و استبدادگر دفاع می‌کنه از این در خدمت شما هستم بفرمایید آقای دکتر وقتی من تمام حرفا شما من رو سر میذارم قبول لطف بزرگواری نه عزیز من حرفا نیست ما ما اینجا هستیم برای بزارگواری بزارگواری. کمک کردن همدیگر نه اینه این که رو سر گذاشتن بزار من چون من دیدم و کارا که رای جمهور انجام میده اینا دیدم اینا من قبول میکردم ولی شما چون شخصا اونجا دیدین و رفتی حرف شما برای من مدرک دیدم لطفا بزرگواری شما یک سوال دیگه استاد اگر استاد یک سوال دیگه جانم به تلفن من جواب بدین حاضر در افغانستان به یک بار طالبان اومدن هیچ کاری نکردن دوباره انقلاب شد و حالا مرحله بعدی هم طالبان اومدن من. طالبان همه چیز خوبه امنیتش خوبه اسلامیش خوبه خیلی هم طالبان دوستشون دارم ولی از یک چیزیشون ناراضم چرا به زنا ظلم میکنن چرا زنا نمیذارن برن مثلا درس بخورن چرا زنا نمیذارن دکتر بشن مهندس بشن این چیزا اینا میخواستم بدون تعارف بی طرفی جواب دادید ممنونم از لطف گوش می خداحافظ لطف بزرگواری دارید عزیز جان خیلی سوال درستی به صلاح مطرح فرمودید ببینید از این افغانستان و هر منطقه جهادی و هر ملت مسلمان همیشه در حال غرقله هست تا به هدف برسه افغانستان یک تجربه جهادی رو به صلاح سپری کرد جنگ با روس ها بزرگترین پیروزی تاریخ رو در اون مرحله زمانی در سال 1991 به سلاب به سمر رسوند و مسلمان ها بر اتحاد جماهیر شوروی پیروز شدند و به صلاح شعروی شد این یک یکی هست که تاریخ از این روز مثل همون طوری که از قضوه بد رو احزاب سخن خواهد گفت از این سخن خواهد گفت بعد از اون مسلمان هایی که اومدن مجاهدینی که اومده بودن مجاهدینی بودن که همین مخشون زده شده بود فکر میکردن آقا ما افغانیم دیگه بیا افغانستان رو ما افغان ها میسازیم مسلمونش با پرشمیش با کمونیستش با قومگراش با همش با هم قاطی شدن که آقا ما حکومت رو میسازیم که ما افغانیم افغانستان رو ما آباد میکنیم این ذهنیت بیمار آمریکایی که به اصطلاح روی ما گذاشت خودشون آمریکایی کار کارو نمیکنن ها وقتی حزب جمهوری میاد فقط حکومت جمهوریه وقتی حزب دموکرات میاد فقط حکومت نمیان دموکراسی هر جای دنیا اینجا اینجور شد خب چی شد شرقم شوربا زدن کشور رو به سلام نابود کردن کمونیست ها و نمیدم قومگره ها و فلان و این مجاهدینی که جهاد کرده شدن اینا شدن هیچ به هیچ گلاهشون پس معرکه مون اینجا بود که عقل اسلامی رشد کرد فهمیدن که نه قرآن کریم وقتی ما رو تقسیم کرد ما رو گفت مسلمون کافر وسطش هم منافق وقتی صفها راست بشه دیگه قومیت نیست اینجا اومد حرکت جهادی که بعدا اسمش رو گذاشتن طالبان این وقت طالبان چیز جدیدی نیست همین طالبی که امروز به اسمش طالبان است همینه که با روسیه جنگید همین همین همشون رو ببین همون ل... همون عمامه رو دارن همون عکسا برو ببین همون ریشو دارن همون افراد هستن همون ها هستن همینجور میاد تا به امروز اینجا اومدن خودشون رو اصلاح کردن گفتن نه ما افغان مفغان نیستیم ما مسلمان کافریم اون کافری که کافر هست منو میکشه کسی که مسلمان رو میکش کی بود همون افغانی برادر کافرش بود که اون رو میکشت امروز کسی که تاجیک رو میکشه همون تاجیک است که میکشه امروز شما که میرید توی ایران اعتراض میکنید کسی که شما رو میخواد پسر عمو پسرخالد پسر خالت است اون کسی است که به رفته طرف فرعون کسی که با بچه فرعون است اون دیگه بسرا سیستم فرعونی است شما نیستید به هر حال اینا صفشون رو از هم جدا کردن و تونستند یک حکومتی رو برپا بکنند و تا به امروز موفقیت های بسیار چشمگیری رو به دست آوردن الان اگر میخوای چهره دنیا رو بفهمید من میگم شما میخواید قبول کنید عزیز من یا نمیخواید قبول کنید این واقعیته باید درکش بکنید ما در دنیا الان دو امپراتور داریم یکی امپراتوری آمریکا با تمام قدرتش امپراتوری آمریکای در حال زوال و از بین رفتن یکی دیگه امپراتوری نوپای افغانستان که این میتونه روزنه امیدی باشه برای آینده به جامعه به فردا من از افغان... با افغان ها از نزدیک رابطه دارم سالیان دراز و در دانشگاه و در بسیار شاگردان اون فلان از این یه ما رفتم افغانستان تا این پروپاگاندای دشمن رو از نزدیک ببینم اون چیزی که من با وجود به احتکاکی که باشون داشتم به صلاح آشنایی که داشتم اون تصوری که من ازشون داشتم در خارج وقتی رفتن در داخل به مراتب اونها رو بهتر از اون تصور خودم میدیدم که گمان میکردم که من به سر تحت تاثیر رسانه و پروپاگاندا قرار نگرفتم وقتی رفتم دیدم نه یک ملت جویای پویای در حال چی الان میمونه یک مبحثی که به چرا ببینید جهان نشورید که چرا مثلا در افغانستان زنها کشته میشن آقا چرا بهداشت نیست چرا نمیدونم برای کودکان بهداشت نیست چرا نمیدونم فقر چرا, نمی چرا گرسنگی چرا آقا زلزله اومد به زلزله کمک کنید آقا سیل اومد به سیل زده ها کمک کنید به چیزی سیستم جهانی حرفی نزد روی یه چیز نقطه گذاشت روی آقا آموزش اینجاست که میفهمید این سیستم آموزشی برای آموزش تو گذاشته نشده عزیز من این سیستم آموزشی گذاشته شده که منو تو رو برده کنن منو تو رو غلام بکنن چرا اجازه نمیدن تو بروی بچه تو توی خونت درس بدی فقط بیای امتحان آخر سال بیای امتحان بگیری و اول بشی نه باید بفرستی مدرسه این, یه ای فلسفه داره که من در برنامه های دیگه این رو به وضوح بیان کردم اینی که آیا طالب نمیدونم حکومت افغانستان جلوی زن و آموزش رو میگه مگه میتونه حکومت امروزی افغانستان بخواد نخواد چون که معیارش اسلام هست من و شما در هر جای دنیا گوشون رو میگیریم آقا قرآن اینو میگه سنت پیامبر این رو میگه اما اون چیزی که واقع هست یک کشوری هست که 40 سال و 44 سال تو جنگ بوده از زیر صفر داره شروع میشه تمامی چیزش باید آپدیت بشه وفق معیارهای جدید ساخته بشه من جمله آموزش اونا نگذاشتند که اون آموزش قدیم که این همه رسانه ها میگه که آقا بیار گردونی توی مدرسه تا ما با وفق همون آموزش قدیم اینها رو تربیت کن. نه آخر الان میان و یک سیستم مجبورند بخواند یا نخوان اگر در بینشون افرادی باشند که مسائل رو درک نکنن مجبور میشن که این آموزش رو بیارن اما وفق معیارهای اسلامی من با این دوستامون باید همراه باشیم کمکشون کنیم هممون هم دست در دست هم افغانستان رو بسازیم چون آبادی افغانستان آبادی من و شما و عزت افغانستان عزت من و شما و امت اسلام هست وقت بون رسید اما فرصتی دیگه هم باشه این مبحث رو بیشتر انشالله باز میکنیم الله یارو یارتون.